آقا من اومدم باهاتون درد دل کنم، من رفته بودم مهمونی ایرانی و طبق معمول بحث بین مثلا دعوای ایرانی ها و اینا، بعد اومدم بهتون بگم که اگه مهاجرت کردین حتما میدونین که چقدر مثلا ایرانی ها با هم دعوا میکنن، بحث میکنن اینا. خواستم بگم که اگه تو این شرایط هستی یه ذره بیاین وجدان داشته باشیم. اکثر کسایی که مهاجرت میکنن تو سنای خیلی کم هم. مثلا دختر 20 ساله اینا میاد مهاجرت میکنه، اکثرا هم با مثلا هزینه‌ای میان اینجا کار میکنن، سختی میکشن، خودشون کلی دغدغه دارن واقعا. یعنی تو این شرایط و سن کم مهاجرت کردن سختیش 10 برابر بقیه است. اینقدر بیاین همدیگه رو اذیت نکنین، اینقدر از همدیگه بدگویی نکنیم، رها کنیم همو. یعنی واقعا این شرایط مثلا ایرانی ها تو خارج از کشور بین دعواشون بین هم واقعا به نظرم خیلی عجیب غریب داره میشه. اگه یه ذره همدیگه رو رها کنیم، به همدیگه کار نداشته باشیم، اگه از هم خوشمون نمیاد بلاک کنیم از همه جا همدیگه رو، رها کنیم همدیگه رو، اینقدر آسیب نزنیم به هم. بعد نگاه کن، من حالا شاید من کمتر از بقیه، ولی اکثر ایرانیایی که میبینم مهاجرت کردن خیلی سخت گذروندن. بعد میبینم مثلا دختر 20 ساله 21 ساله، من میگم واقعا من تو 21 سالگی قضامو نمیتونستم خودم ظرف کنم، این چه جوری تنها مهاجرت کرد اینجا داره کار میکنه اینا. واقعا اصلا دلم میسوزه وقتی میبینم بعد مثلا میشینن بقیه به صرف اینکه یه آدمی موفق تو 21 سالگی ازش بعد میگن، واقعا دلم میسوزه. انقدر همدیگر اذیت نکنیم، یه گناه داریم ما ایرانی ها به اندازه کافی، خودمون همینجوری بای دیفالت گناه داریم دیگه، خودمون هم همدیگر اذیت نکنیم. نمیدونم در مورد مهاجرت بگم، این در مورد شرایط خودمه، بقیه رو نمیدونم. من خیلی خوشحالم که تو 28 سالگی مهاجرت کردم، تو سن کم مهاجرت نکردم، چون میدونی اون سرد و گرم زندگی که مثلا تو آدم سختی میکشه تو نوجوانی و روحیه‌اش شکننده است، اونو گذروندم، کنار خانواده و فامیل و دوست و آشنا بودم، تنها نبودم. اینجا خیلی سخته تنها تو سن کم مهاجرت کنی و من خیلی راضیم دیگه. یه زندگی نرمال و خوبی از نظر خودم تو ایران داشتم. میدونی بهترین دوران زندگی آدم همون 20 سالگیشه، حداقل اونو سخت نگذروندم. تو ایران زندگی از خدا رو شکر داشتم که راضی بودم، حداقل اینجا هیچ چی دیگه من اونقدر سورپرایز نمیکنه، هیچ چی اگه هر چقدر سخت باشه اونقدر منو اذیت نمیکنه که حالا اگه 20 سالم بود اذیتم میکرد. برای همین به نظرم، برای من شایدم اشتباه باشه نظرم، در مورد شرایط من خیلی انتخاب درستی بود که تو 28 سالگی مهاجرت کردم نه سن کم. از الان به بعد دیگه میرم رو حالت رسمود. ببین اون روز یه خانومه که دوستمه از سن کم بچهش اومده کره، بعد بچهش الان دانشگاه میره، بعد کاملا هم کره‌ای مثل یه کره‌ای صحبت میکنه، بعد الان که دانشگاه میره کره‌ای و کلا تو دانشگاه اون جو دانشگاهی که تو دانشگاه ما هست، حالا کسی که سعی نمیکنه برای ما تفریح ایجاد کنه، ما خودمونیم که تو دانشگاه تو ایران خوش میگذرونیم و بهمون دوران دانشگاه خیلی خوش میگذره، دوره طلاییمونه. بعد الان اینجا میره دانشگاه میگه خیلی تنهاست، اصلا کره‌ای با خودشون هم اونقدر دوست نمیشن، چه برسه مثلا با یکی دیگه. فکر میکنم تو اکثر کشورهای خارجی اینجوری باشه، اونقدر دوران دانشگاه مثلا با هم اونقدر صمیمی نمیشن که حالا تو ایران ما با هم میشیم و دوستای خیلی خوبی پیدا میکنیم. بعد میگم اینجا خیلی تنهاست، خیلی احساس تنهایی میکنه. یعنی مثلا اون چیزی که ما تو ایران داریم تو دانشگاه خیلی بهمون خوش میگذره، خیلی دوستای خوبی پیدا میکنیم، خب اینجا نداری بعد از مهاجرت. میدونی نمیدونم، شاید نظرم اشتباس، ولی به نظرم کار درستیه که بعد از لیسانست مهاجرت کنی. درباره درد دل بگم بی ربط به استوری قبلی، ببین پست آخر منو نمیدونم دیدین یا نه، من همیشه محتوام لبه دو تیقه، خیلی ها ممکنه خوششون نیاد، شاید علت این که اکثر فالوورام هم بزرگسالن همینه، شاید خیلی خوششون نیاد و خیلی زیرش نوشته بودن که ما به خاطر این پستی گذاشتیم تو رو آنفالو میکنیم. نظر همه خیلی محترمه خب، ولی من وقتی داشتم پست رو درست میکردم میدونستم که عده خوششون نمیاد، ولی خب نظر شخصی من بوده، من نه آدم مذهبی ام، نه اصلا اعتقاد خاصی دارم و اینا، هرچی هست یه چیز شخصی مربوط به خودمه. ولی من مثلا این چالش رو اکثر غیر مسلمون ها هم تو کشورهای دیگر انجام دادن، اصلا ربطی به مذهب و دین نداره، شاید نباید روش مینوشتم مسلمون، اینو حق دارید. نمیدونم، این فقط نظر شخصی من بوده، اگر ناراحتتون کرده من واقعا ناراحت میشم از ناراحتیتون و معذرت میخوام از ناراحتیتون، ولی این نظر من بود دیگه، فکر کردم که مثلا با حال منم بذارم. حالا ببینین نظرتون رو بهم بگین، اگه دوست ندارین پاکش کنم. نمیدونم، همسر کره‌ای زهرا رو دیدم تو خیابون، قشنگ دیگه فارسی مکالمه میکنه. گفتم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم خونه برادر خانومم. گفتم زهرا کجا؟ گفت خونه است، خسته. قشنگ مکالمه کامل میکنه. من تا حالا تو این یک سال ندیدم یه کره‌ای اینقدر خوش اخلاق، از عجیب غریب خوش اخلاقه و خیلی ایرانی‌ها رو دوست داره، عجیبه. نمیدونم، معجزه شده فکر کنم، بعد از زهرا بپرسم.